بینندگان گرامی تلویزیون ملی افغانستان، سلام های وافیر به حضور پرشور شما. امید از خوب و صحتمند باشید و لباس عافیت و موفقیت بر تن داشته باشید. من نعمت الله ابراهیمی هستم، در خدمت شما عزیزان در برنامه چراغ. چراغ برنامه علمی، ادبی و هنری است که در آن برجستگان کشور در رابطه به تحلیل های علمی، ادبی و هنری خواستار سخن می شوند. در این برنامه با ما مهمان و شخصیت شخص افغانستان دکتر سید عصمت هاشمی مهمان است. در رابطه بر رازهای موفقیت صحبت داریم. تا آخرین لحظات ما را دنبال بکنید و از سخنان ارزندهشان بهره ببرید. آقای هاشمی سیب، خوش آمدید به برنامه ما. تشکر. به نام و یاد خداوند بزرگ، درود و صلوات دارم بر روان پاک حضرت بهترین عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. خیلی ها خرسند هستم که در خدمت شما قرار دارم و سلام جداگانه دارم خدمت همه مردم شریف و نجیب افغانستان و خدمت همه افراد اشخاصی که بیننده برنامه زیبای شما هستند. جهان سپاس از این که به برنامه ما تشریف آوردید و به ما افتخار بخشیدید. چیزی باز که آغاز کنیم و فرصت زیبای الهی و قیمت ارزشمند را از دست ندهیم، آغاز کنیم از اینجا که راز موفقیت در زندگی، اول از خودتان آغاز میکنیم، راز موفقیتتان در زندگی چیست؟ تشکر ابراهیمی صاحب بزرگوار، به سلامت باشین. خب قبل از این که من بیایم برای شما بیان بکنم که راز موفقیت چیست، باید این مطلب را خدمت شما تقدیم بکنم که خود موفقیت یعنی چی؟ اصلا این موفقیت چی هست که همه افراد و اشخاص جهان دنبال موفقیت هستند؟ وقتی از پرسان کنی در زندگی آیا موفق میخوای شوی؟ بله، اصلا همه دوست دارن موفق شوند، ولی شاید معنی موفقیت را ندارن، شاید در تعریف موفقیت اونا کوتاهی بکنن. موفقیت انجام دادن کارهای کوچک به طور مداوم با انگیزه، با عشق و علاقه. زمانی که من یک کار کوچک، هرچند کوچک است، با شوق و علاقه انجام دادم، این می شود تعریف موفقیت. خب ابراهیمی صاحب عزیز، در زندگی هر فرد موفقیت به شکل مختلف تعریف شده، هر انسان به تعبیر خود معنا و تعبیر می کند. بله. و راز موفقیت هم در زندگی خیلی ها مختلف است. نمیشه بگیم که راز موفقیت ما با راز موفقیت شما یکی است و اگر این رازی که من انجام بدم شما این انجام بدن قطعا موفق میشین، که این گونه نیست. ولی یک سری رازهای هست که او بسیار زیاد بارز است در وجود هم افراد جهان هست، که من اگر از خود بگم که حالا راز موفقیت من در زندگی چی بوده، این هست که من توکل به خدا دارم، خدا را شناختم و واقعا عاشقانه عبادت خدا را میکنم و واقعا یک چیزی که در وجود من هست امیست که خدا با من هست، خدا هیچ کامه را فراموش نکده و به این زودی دست بردار از من نیست و مونگ قسم خودش گفت عاشق من هست و مرا اینقدر زیبا خلق کرده، همه مخلوقات را ولا تهنوا ولا تحزنوا ان الله معنا، همگین ما باش من با شما هستم. بزرگترین راز موفقیت من همی بوده که من وصل با او ذات هست. بدون شک وقت هم که در زندگی انسان میگوید اگر هر کاری انجام دهید، تفکر، توکل، تحرک و تحمل. بله. و شما همین چهار جزئیاتی را استفاده کردید. خب بیایید در زندگیتان اولا شما از کدام افراد و شخصیت های شخص علمی در جهان بیشتر استفاده میکنید و الگوی خود قرار دادید؟ تشکر. سلامت باشین ابراهیمی صاحب عزیز و گرامی. خب من مطالعات زیاد دارم، هم در کشور عزیز ما افغانستان، هم افراد اشخاص که در افغانستان بودن، هم بالاخره افراد اشخاص که در جهان کارهای بزرگ انجام دادن. قسمی که قرآن عظیمشان برای ما درس داد و قسمی که ما مطالعه کردم، خداوند در قرآن عظیمشان گفت فلکم فی رسول الله اسوه حسنه، بهترین الگو پیامبر شما هست برایتان و اگر راه او را گرفتین گمراه نمیشین، در زندگی سعادتمند میشین. هم این دنیا از شما هست، هم آخرت از شما هست. اولین الگوی ما پیامبر بزرگ اسلام هست صلی الله علیه و سلم. بعدن و چون ما الحمدلله مسلمان هستیم، دید ما باید وسیع باشه، نباید ما دیدگاه یک فرد عادی را داشته باشم. چون من مسلمان هستم باید بدانم که من مسلمان هستم و مسلمان چیگونه نگرش باید داشته باشه. نگرش من کاملا وسیع هست. من در بالاخره بخش مالی
الگوه قرار دادیم، ایلان ماسک را در بخش سخنوری آقای آنتونی رابینز قرار دادیم و در بخش تفکر سالم و بالاخره دیدگاه ژرف‌نگری براین تریسی را قرار دادیم و بس و افراد و اشخاص دیگه هستند که اینا کار کردن. حالا شما شاید با اونا بیشتر آشنا باشین که واقعا آقای جمران هست در بخش بله. در بخش سخنرانی آقای جمران هست که واقعا زحمت کشیدن. یعنی اینا کسهایی هستند، اینا کسانی هستند که برای من و شما درس میتن که برادر عزیزم، حالا انسان تو بیا به خودت رجوع بگو، تو کی هستی؟ تو فرد عادی نیستی، تو فرد نیستی که بالاخره مقسم شاید بعضی ها فکر بکنه نه خیر دکتر صاحب، من فقط انسانیت خودم میدونم که من بخورم بخوابم فقط بیدار شوم برم کار بکنم. نه، این اشتباه هست، این باید ما کنار بگذاریم، این طرز نگرش خود را، این ویژن از وجود خود باید بیرون بکنیم. ما انسان هستیم، باید دید ما وسیع باشه و ما چنین افراد اشخاص را الگوی قرار بدیم. یگانه بر شاگردان روی تخته سفید یک نقطه را میگذاشتم، برشان میگفتم در تخته روی تخته سفید چی میبینید؟ همهشان صدا میکردن نقطه سیاه. باز برشان به صدای بلندتر میگفتم روی تخته چی میبینید؟ میگفتن نقطه سیاه. در حالی که تمامی تخته سفید را نمیدیدن، فقط یک نقطه کوچک را میدیدن. این سخن را از آنجا آغاز کردم که در جامعه ما بالخصوص طبقه جوان در افغانستان، جوانی مقبول دارند، زیبا هستند، دارایی دارند، همه چیز دارند، اما چرا یک نقطه کوچک را ضعیفتر می کند و از موفقیت فاصله می گیرد؟ دلیل چی است؟ منبع این را از کجا می دانید که این مردم اینقدر از تحلیل موفقیت دور هستند؟ بسیار نکته اساسی را شما اشاره کردین ابراهیمی سه بزرگوار. امروز در جامعه ما خیلی ها بالاخره به داشته های خود نمینگرند. همو شعر از اقبال لاهوری است که بسیار زیبا بیان کرده، میگه دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش، یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش، دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش، پرواز قشنگ است ولی به غم و منت نکش از غیر و پروبال خودت باش. بیشتر از جوانان عزیز ما متاسفانه یا شوربختانه اصلا نمیبینن که چی دارن. همش میگه من چی ندارم، متر ندارم، تو چی داری؟ اینو ببین، تو چی داری؟ تو زیبایی داری، تو بالاخره عقل داری، تو رو همه چیز داره. ما همه اسباب داریم ولی هیچگاه نمینگریم. یک گپ است همیشه ابراهیمی صاحب که من در زندگی خود عملی کردم و همیشه دعا میکنم، خدایا کسانی که ثروتمند هستن اونا رو دیگه هم ثروت بده، کسانی که فقیر هستن دیگه اونا دیگه هم اونا فقیرتر بساز، دیگه اونا فقیرتر بساز، دیگه هم پول برشان نده، صحتمندی برش نده، مثلا زندگی خوب برش نده، دیگه هم خرابش بساز. دعای ما همی هست. شاید خیلی ها بگن که حالا دکتر صاحب دعای چندان دعای نیست، ولی من میگم تا زمانی که من قدر داشته های خود را ندانم، تا زمانی که من قدر که چیزی که دارم را ندانم، هیچگاه خدا برام نمیته. خدا اگر همین زندگی که برام داده من سپاسگزاریش بکنم، قطعا ده چندش برام میته. همین بالاخره زندگی که در افغانستان هست، زیر چتر بالاخره همین حکومت ما زندگی میکنیم، باید سپاسگزاری بکنم. اگر من سپاسگزاری کردم قطعا خدا خوب و عالیش در انتظارم میته. مثل داستان موسی علیه السلام شاید شما شنیده باشین که دو فرد بود، یکی ثروتمند بود، برای موسی علیه السلام گفت ای موسی برو برای خداوند بگو که ثروت من را کم کنه، من نمیتونم سپاسگزاری بکنم، شکرش نمیتونم ادا بکنم. یک فرد بود بسیار فقیر بود، اصلا هیچ چیز نداشت، لباس هم نداشت، فقط ریگ انداخته بود سر خود و خود پنهان کرده بود. موسی علیه السلام رفت کوی طور، پس آمد به او فردی که ثروتمند بود، گفت ای ثروتمند تو سپاسگزاری بکو. گفت تو شکر بکن، البته ناشکری بکن، ببخشید. گفت ناشکری بکن. گفت نه خیر، من ناشکری کردن نمیتونم، من هر لحظه نفس کشیدن خود شکر میکشم، من همی لحظه نفس میکشم شکر میکشم، چی تو میتونم ناسپاسی بکنم؟ گفت اگر دوست داری ثروتت کم شوه شکرگزاری نکن. و ای فرد دیگر گفت تو شکر بکش. گفت من از چی خود شکر بکشم؟ اون موسی علیه السلام گفت یا نبی خدا، من از چی شکر بکشم؟ چیز ندارم، لباس هم ندارم. عمول عزه بود که باد آمد همورگ مسترش برد و این فرد همه قسم برهنه ماند. پس ما باید درس بگیرم از این داستان. این داستان آمده برای این نیست که ما فقط بشنم ما سعی سوالا خوب است الحمدلله، نه، باید عمقاً نگرش داشته باشم منظورش چیست. حالا این دکتر اسمت ها آقای ابراهیمی چی رو برای من میگه؟ کسانی که بیننده هستن چی رو برای من میخواه درس بده؟ من میخواهم این رو درس بتم که برادر عزیزم، خواهر عزیزم، لطفاً از جا برخیز، شکرگزاری بکو،
قدر داشته هایت را بدان، قطعا خداوند منان، خدایی که خالق این جهان است، خالق جمران هم هست، خالق آنتون رابنز هم هست، خالق ایلان ماسک هم هست، خالق تو هم هست و تو الحمدلله مسلمان هم هستی و اعتقاد و باور هم داری به پروردگارت و قطعا تو را فراموشم نکردم. بدون شک و قطعا. بینندگان گرامی، شما برنامه چراغلا دنبال میکنید. خب آقای هاشمی سیب، واقعاً هم میگه وقتی که یک تجربه علمی به ما یاد میدهد، وقتی که میگه ظرفا را میشویند، خنده کن، تبسم کن، خوشحال باش، خدای شکرت که کسانی در خانواده دارم که در این ظرف نان میخورند. من کسانی را دیدم که در آلماری ظرف دارد اما کسان نیست که در آن نان بخورد. یعنی منبع این احساسات ناخوشایند را شما این میبینید که این انسانها ناشکر هستند با این نعمتهای بزرگ. خب از ادگاه تعریف های مختلف که شما در رابطه با موفقیت کردید، بعضی ها تعبیرات مختلف از موفقیت دارند. میگویند از ادگاه گذشتگان موفقیت این گونه تعبیر شدن، هر کسی که با خود سخی داشته باشد او هست انسان موفق. خداوند، خاک و خانواده. چقدر جنبه معنوی دارد؟ چقدر با این تعریف شما سازگاری دارید؟ خب در اصل باید بیان بکنم که قبلا هم براتون گفتم که موفقیت تعاریف متعدد داره و حالا راهکارهای زیادی است که مرا موفق بکنه. اگر من او راهکارها را مد نظر بگیرم، قطعا انسان می باشم موفق، قطعا انسان می باشم که به موفقیت دست پیدا کردیم. خب این سخه که شما گفتن، خداوند، خاک و خانواده، همین و واقعا اساسی هست. این سه نکته که شما گفتن یا این سخه که شما بیان کردین، خداوند، ما هم میخوایم بیان بکنم زمانی که من خدا را داشته باشم، خدا را، خالق این جهان هستی که همه چیز در دست او هست و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، حتی یک برگ نمیفته که خدا ندانه، میدونه در موردش. تطمئن القلوب، یعنی ببینیم همه آن چیزهایی که ما در زندگی حالا داریم تمامش خدا بر ما داده، آن چیزهایی که ما نداریم هنوز لیاقتش را پیدا نکردیم یا هنوز به خیر ما نیست یا خدا نمیخواد که ما داشته باشیم، ولی لیاقتش را ندارم. بیشتر شما دیدین ابراهیم صاحب عزیز، یک نفر دعا میکنه خدایا پروردگار بر من مطر بده، خانه بده، بالاخره یک خانواده خوب بده، باز در وجودش احساس لیاقت نمیکنه، نه من لیاقتش را ندارم. این طور که نمیشه من دعام بکنم احساس لیاقتم نداشته، در حالی که خدا میگوید هر قسمی که شما گمان داشته باشید من همان قسم با شما میکنم. چی نکته را اشاره کردین؟ پس خداوند، بعدن خاک، من در کجا زندگی میکنم، در کدام محیط هستم، در کدام بالاخره قاره زندگی میکنم، در کدام کشور زندگی میکنم، در کدام منطقه زندگی میکنم که خیلی ها تاثیر میکنه، و همچنان خانواده که بستر اساسی هست برای رشد فیزیکی، رشد ذهنی من و شما تا بتوانیم موفق شویم. حالا اولین مکتب خانواده هست. ما اگر طفل هستم میفتم دوباره بلند میشم، پدر میگه بشی بچیم، در جایت بشی، چرا بلند شدی؟ خیلی من از اموج یاد میگیرم که نه من باید بشینم، بلند نشم. اما نه، اگر پدر بر من بگه بخی بچیم بلند شو، اگر پدر بر من یاد بده بچیم زندگی فکرت باشه که مطابق میل تو خیلی اوقات هست اما خیلی اوقات مطابق میل تو نیست، باید صبر یاد بگیری، همانند ایوب علیه السلام، تو باید نگرش مثبت داشته باشی بچیم، تو باید جهان را وسیع ببینی. اگر چیزها را بر من بگه قطعا من موفق میشم در بزرگسالی، اگر باور مرا درست بکنه، باورهای درست داشته باشم، قطعا تاثیر داره. دکتر سیب، اگر ما نگاه بکنیم معلم اسلام، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، شخصیتی بود که همه خوبی ها را برای ما نشان داد. بله. چرا ما امروز در خانواده ها تهدید میکنیم، تحقیر میکنیم، تمسخر میکنیم، میترسانیم، تعصب میکنیم، تنبیه میکنیم، تنفر میکنیم؟ چرا این همه تیها، چرا همه خرابه ها را استفاده میکنیم در حالی که در دین مبین اسلام وجود ندارد؟ به نظر شما این خلاهای ناموزین انسانی از کجا سرچشمه میگیرد؟ تشکر. بسیار نکته اساسی را اشاره کردین ابراهیمی صاحب بزرگوار. به نظر ما زمانی که ما آمدیم نشناختیم پیامبر خود را و از اون بزرگتر نشناختیم خدای خود را و بالاخره نشناختیم دین خود را. زمانی که ما دین خود را نشناسم، خداوند خود را نشناسم، پیامبر خود را نشناسم که او برای ما الگوه معرفی شده و نمونه اخلاق است و خودش میگه که اخلاق، 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 نزد شخص نزدش میگه یا رسول الله دین چیست؟ میگه اخلاق نیکو. اخلاق نیکو، بله.
پس ما خودم بعضن اصلا شاید در ذهنم چیزی تفکرات بیه که چرا مردم اخلاقی نکنه میکنن، چون این افراد و اشخاصی که در اجتماع هستن و نام گذاشتن بالای خود مسلمان، من مسلمان هستم، 1% عملی نکرده گفتار پیامبر ما را. پس ما اگر بیم ریشه‌ای بیم برای اینا بگم، اولا آگاهی درست، اینا آگاهی ندارن و باور نکردن، با باور قلبی نرسیدن. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید نکرده باشه اخلاق نیکو، نه برادر عزیزم، پیامبر ما حتی با کفار اخلاق نیکو میکرد. وقت شب میخوابید با کفار دعای خیر میکرد. حضرت برای حضرت عمر صاحب دعا نکرد، گفت اللهم اعز الاسلام به احد العمرین، خدای اسلام را عزت بده با ایمان آوردن عمر علیه السلام. ما عمر رضی الله تعالی عنه میکنیم، بله، او شمشیر را گرفت ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا میکرد، کدام یک پیروز کرد، دعا یا شمشیر؟ ببینن ما باید آگاهی حاصل بکنیم، ما باید آگاهی حاصل بکنم که خدای ما کی هست. خدای ما خدای همه جهان است، الحمدلله رب العالمین، رب تمام جهان است، خداوند رحمان و رحیم است. ما باید این صفات پروردگار را درک بکنیم، بعدن وقتی اینا را درک کردیم ما میتوانیم بشناسیم پیامبر خود را، بعدن دین مبارک اسلام و دین مقدس اسلام که واقعا یک دینی است که وقتی ما ازش صحبت میکنم خودم احساس و آرامش میکنم. چرا وقتی ما وارد اسلام شویم آرامش نداشته باشیم؟ چرا دیگران بترسن از یک فردی که بالاخره میگه اسلام؟ چرا بترسه؟ باید ما آرامش داشته باشیم، که قطعا خودم الحمدلله واقعا آرامش دارم. بسیار زیبا است. خب میم دکتر صبرو، این که کوتاه‌تر در عصر ارتباطات علمی و سخنوری، اگر بگوییم که حالا شاید برای بعضی بیننده های عزیز سوال خلق شود، ما فهمیدیم که موفقیت یعنی چی، یگان تعریف ها را یاد داریم، از استادم یاد گرفتیم، از آقای هاشمی سی، چگونه موفق شویم، چاره چیست؟ بسیار نکته خوب اشاره کردین، من هم منتظر این بخش بودم، شاید بیننده ها هم منتظر بوده باشن که حالا کدام راه ها رو ما مگه هر چی چرا میکنی، اما مهمی است که چگونه یک کار را انجام میدیم، دلش مشخص و خلاها داریم، بله. اما حال راه چیست، چی کنیم، حل چیست، چگونه موفق شیم؟ بله، چرایها را پیدا کردیم، این حالا باید روی چگونه ها حرف بزنیم که چگونه ما میتوانیم در زندگی موفق شویم. راه و رمزهای زیاد هست، راهکارهای زیاد وجود داره در جهان که انسانهای موفق اونا را در زندگی خود دارن و امروز موفق هستند، امروز اونا ثروتمند هستند، که ترکیب سه کلمه هست، ثروتمندی، پول، شادی، صحتمندی. اونا ثروتمند هستن، اینی راهکارها را در زندگی خود عملی کردن. اگر ما دوست دارم، اگر بینده های عزیز دوست داره که موفق شوه، این رمز رازها را حتما در زندگی خود داشته باشن. اولین رازی که یک فرد باید او را داشته باشه و افراد موفق دارن، این هست که اونا خدا را شناختن. خدا را شناختن. البته خدا شناختن. حتی کسانی که غربی هم هستن ایمان، بله، به خدا ندارن، اما باز هم به خدا ایمان دارن. بله. ایمان که در غیاب به اصطلاح در احساساتشون وجود داره. من میخوام میره بیان بکنم، شاید خیلی ها بگه دکتر سه به نظر خودشناسی خوب نیست، اول درست بود، اول خودشناسی که اگر اشتباه نبکنیم بعد خداشناسی. من خدا بشناسم کی هستم، سه سوال از خود بکنم، کی هستم، چی میکنم، به کجا میرم، کجا میرم، کی هستم، چی میکنم، با کجا روان هستم، چی باید کنم، چگونه کنم، چرا کنم. بله، این سوالاتی است که باید از خود داشته باشم. پس اولا خودشناسی، بعدا خداشناسی ما را کمک میکنه. خودشناسی چی است به نظرت ابراهیم صاحب عزیز؟ من از شما سوال میکنم. به نظر من اگر انسان به این سوالات پاسخ بدهد، چی کنم، بله، من باید چی کار کنم، مسئولیت من چیست، دوم چرا کنم، بله، حالا که من یک کار میکنم انجام میدم، چرا باید انجام بدم، خیلی عالی، چطور انجام بدم، چگونه باید انجام بدم. خب خیلی ها همین موضوع خودشناسی رو نمیفهمن ابراهیم صاحب، واقعا مورد خوب اشاره کردین. خودشناسی حرف های شما هم کاملا دقیق هست، ولی ما روانشناسا میم یک کمک بزرگترش میسازیم. خودشناسی یعنی این که من از احساسات خود آگاه باشم، هر احساسی که در لحظه دارم باید آگاه باشم. خیلی ها می نزد من ناراحت هستن، نمیفهمن چرا ناراحت هستی، نمیفهمم الان چرا سر درد میکنه، نمیفهمم والا چرا ناامید هستی، نمیفهمم والا چرا درس نمیخونی، نمیفهمم چرا مثلا تو لذت نمیبری، چرا سپاسگزاری نمیکنی، نمیفهمم. از احساسات خود آگاه نیستن. آگاه نیستن، بله، تو. وقتی من از احساسات خود در لحظه آگاه بودم، من خودشناخته که من کی هستم. پس خودشناسی یعنی این که من از احساسات خود آگاهی داشته باشم که چی احساس من دارم. گرامی، شما برنامه چراغ را میبینید.
خب دکتر سیب ادامه بدهید. اولین راستی که من گفتم، اولین راهکار خودشناسی بود، بعدن خداشناسی. راهکار بعدی، انسان‌های موفق همیشه گلاس ذهنیشان خالی هست، یعنی این که همیشه اونها در حال یادگیری هستند، هیچ گاه نمیگن که من یاد دارم. در یک مجلس نشسته هستن، کسی یک حرف میزنه میگن نه من یاد ندارم، میخوای یاد بگیره، گلاس ذهنیشان خالی هست. شما ببینید، ما یک گلاس مثال برای شما میتیم، اگر این گلاس پر از آب باشه، ما اگر یک کم آب دیگه بیاندازیم دیگه از سرازیر میشه و آب از این میرزد، ما چیز یاد نمیگیریم. پس من میخوام بیان بکنم، افراد موفق همیشه گلاس ذهنیشان خالی هست. در هر برنامه که میرن، در هر سمیناری که میرن، در هر مکانی که اونا میرن، گلاس ذهنیشان خالی است. یعنی من نه یاد ندارم، میخوای جدید یاد بگیره. زمانی که ما به ذهن خود بگیم که من یاد ندارم، او به این باور میرسه که من باید یاد بگیرم. ولی وقتی من بگم نه من یاد دارم، این چیزا رو خودم میفهمم، قلف میشه، میگه وقتی خودت باور نداری سر من چرا برات اطلاعات تقسیم بکنم. برنامه رو خودم دیدم، ما استاد هاشمی چی میگه، من از اول یاد داشتم. پس زمانی که ما چنین نگرش داشتیم، ما یاد نمیگیریم. پس همش خوب است که گلاس ذهنی ما خالی باشه. راهکار بعدی که ما باید در زندگی داشته باشیم، استفاده از وقت است. انسان‌های موفق از وقت خود استفاده کردن، از ثانیه ثانیه وقت خود. ما باید ثانیه ثانیه وقت خود را مدیریت بکنیم. بله، جوانان ما شب تا صبح اصلا نمیفهمند، در تیک تاک مصروف هستند، در گیم مصروف هستند، در پابجی، در بازی‌های مزخرف وقت خود را اصلا نمیدانند. برادر عزیزم، از تو پرسان میشه، والله عصر، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خداوند در قرآن عظیم شان میگه قسم به زمانه، خدای من و شما به زمان قسم خوردم، من چرا وقت خیر یاران، ذره شر یاران، ذره ذره پرسان میشه، ذره ذره چرا ما وقت خود ضایع بسازم؟ کشورم به من نیاز داره، مردمم به من نیاز داره. چرا ما تفکر پایین داشته باشم؟ چرا ما خدای خود را فراموش بکنم؟ و چرا ما از وقت خود استفاده نبکنم؟ انسان های موفق از وقت خود استفاده کردن. حتی بیل گیتس قبل 30 سالگی خود یک روز هم او بیکار نبود. حتی ما مثلا میتونیم استیو جابز قبل از 40 سالگی خود یک روز هم نتونست که مثلا بره بیشتر سرگرمی بکنه. آقای ادیسون رو پرسان کرد، گفت سرگرمی تو چیست؟ گفت مطالعه کردن. مطالعه کردن سرگرمیش است. سرگرمی و مطالعه کردن است. گفت یعنی چه مطالعه کردن؟ گفت من میخوام از وقت خود استفاده بکنم. ما کی هستم اصلا؟ من میخوام سوال بکنم از بنده عزیز، شما کی هستین؟ شما از خودتون بپرسن کیستین شما؟ که یک بار شب که خواب کردی با خود بله. فکر کن چی هستی، چی میکنی، در چه حال جریان در قرار داری. بله، بسیار شما رو کمک میکنه تا موفق شین. پس از وقتتون استفاده بکنن. انشاءالله باز ما برنامه های می داشته باشیم که چگونه ما وقت خود را تقسیم بندی بکنیم، که من فرمول دارم برای موفقیت، که حالا 1-8-2-8-3-8-24، 8 ساعت خواب، 8 ساعت ما گفتیم که مثلا مطالعه بکنیم، درس بخونیم، 8 ساعت دیگه سرگرمی بکنیم. ما اصلا اینی فرمول از زندگی خود بیرون کردیم. 10 ساعت خواب میکنیم یا 2 ساعت خواب میکنیم؟ یعنی که 2 ساعت خواب میکنه اصلا نمیفهمه. خب مشکلات از دیگه باید مشکلات پیدا بکنن. راهکار بعدی، اونا همیشه دید مثبت دارن، تفکر مثبت دارن، همیشه به هر آن چیزی که در زندگی هست دید مثبت میبینن، اصلا منفی نگریش ندارن. اونا هر چیزی که برشون میگه مثبت. ما دیدیم در جامعه ما همیشه جوانان عزیز ما، خواهرای ما، مادرای ما، پدرای ما مفکوره منفی، آنه خلاص شد، یا این قسم نه از وطن خلاص شد. به نظر من دکتر سی، بعضی اوقات ما مردم افغانستان از مغز استفاده نمیکنیم. یک داستان کوچک به یادم آمد، گفت یک نفر زندانی بود. بله. یک نفر زندانی بود، در زندان بود، باز پدر بزرگوارشون برشون پیام فرستاد که بچه عزیزم، من که 5 هکتار زمین دارم، من 5 هکتار زمین دارم، حالا چگونه باید حفر بکنم، نرمش بکنم تا برای کشت و کشتار آماده بسازم. خب فرزندش یا پسرش به جای این که روی مشکل تمرکز کند، روی رای حل تمرکز کرد و پدر خود روی ورق نوشته کرد، گفت پدر عزیز تو به این زمین دست نزن، من در زیر زمین 11 مدل یا به اصطلاح 11 نوع اسلحه را پنهان کردم. اینه که نوشته کرد به نزد یک نظامی داد، گفت نظامی گرامی این را به پدر من بفرستید. نظامی زمانی که این نامه را میبیند، ها 11 نوع اسلحه، 1100 نفر را آماده میکند، این 5 هکتار زمین را نرم میکند، از بیخ به اله عمیقتر میسازند. اما میبیند که هیچ چیز نیست. پدرش گفت بچه‌ام چی کردی، چی کار انجام دادی؟ خب پسرشون گفت پدر جان امسال خب کار شد، سال بعدی باز خداوند مهربان است. بله. از مغز استفاده کردن. حالا ما در مردم افغانستان بیشتر وقتی که مشکل پدیدار میشه به وجود میآید، ما همیشه روی مشکل تمرکز داریم. بله. یک بار با خود فکر نمیکنیم مثلا دکتر سیب که امر راه حل چیست؟ دقیقاً
که این مسئله که شما اشاره کردین روی همین بحث و گفتگو فکر میکنم دقیقا. از استفاده از مغز ما ناسالم است. بله، ما بیشتر اوقات از احساسات خود کار میگیریم، از عقل استفاده نمیکنیم، در بیشتر از مواقع فقط به احساسات خود رجوع میکنیم، فقط به باورهای خود که ما گذشته چی باور داشتم، بابای ما، پدر کلان ما، بیبی ما یا مادر کلان ما به چی باور بود، اونمو باور در ذهن ما بوده، ما دیگه باورهای غلط خود درست نکردیم نسبت به کار، نسبت به زندگی، نسبت به شرایط، نسبت به انسان‌ها. همون باور است، اون از ما استفاده میکنیم، هیچ از عقل استفاده نمیکنیم. او برادر عزیزم، ما در دنیای اطلاعات و ارتباطات زندگی میکنیم، ما سه عصر پشت سر گذاشتنیم، ما در عصر مغاره نشینی نیستیم، ما در عصر کشاورزی نیستیم، ما در عصر صنعتی نیستیم، ما در عصر فراصنعتی هستیم. اکنون ما در عصر فراصنعتی زندگی میکنیم. پس دنیای ما اطلاعات و ارتباطات است. دکتر سیب عزیز، وقت ما کم است، کوتاه‌تر اگر تمام موارد را خلاصه تر بکنید، نتیجه گیری را به دوستان ارائه بکنید، بهتر خوبتر خواهد شد. خیلی عالی است. خب راهکارها زیاد است، من کوتاه بیان میکنم. ما باید دید مثبت داشته باشیم، همیشه به همه چیز برچسب مثبت بزنیم، دید منفی نداشته باشیم، همیشه وقت باید رویا پرداز باشیم. انسانهایی که موفق شدند اونا رویای در سر داشتند که قطعا وقت من رویا داشته باشم انگیزه پیدا میکنم، وقتی انگیزه پیدا کردم تحرک در وجودم ایجاد میشه و من حرکت میکنم، قطعا موفق میشم. پس خوب است رویا پردازی بکنیم. بعضی ها میگن نه استاد، رویای کلان کلان. بله، بسیار رویای های بزرگ در سر داشته باشین، رویای های کوچک کوچک. اهداف بزرگ، بزرگ انگیزه های بزرگ را خلق میکند. اهداف بزرگ، انگیزه های بزرگ، رویای بزرگ شما را بزرگ میسازه، مثل صحبت آقای بیل گیتس است. چون امروز موضوع ما موفقیت است، دیگه بیشتر ما کلان کلان گپ بزنیم، کوچک کوچک گپ نزنیم، خیلی ها کوچک کوچک گپ نزنیم، ما بزرگ گپ بزنیم. آقای بیل گیتس میگه اگه تو فردا میخوای بفهمی که چقدر بزرگ است، به رویاها و به اهدافش نگاه بکن که چه قسم هدف داره و چه رویای در سر داره. قطعا زمانی که شما چنین راهکارهایی که ما بیان کردیم در زندگی داشته باشین، قطعا موفق میشین، قطعا انسان میباشین که بالاخره به او چیزهایی که دوست دارین دست پیدا کنین. جهان سپاس. پیام آخریتون. پیام آخری ما به جوانان عزیز هست، به خواهرای ما و به برادرای ما، که لطفاً لطفاً درس بخونین. این لطفاً مرا فراموش نکنین که من به هیچ کس لطفاً نمیگم، برای شما لطفاً گفتیم. از ثانیه ثانیه شما خداوند پرسان میکنه، پس هدر نتین، برای کشورتان، مردمتان، مملکتتان، دینتان کار انجام بتین که قطعا در روز قیامت از شما پرسان میکنه و شما دوباره برخواسته میشین و جواب پس دادنی هستین. جهان سپاس دکتر عزیز که به برنامه تشریف آوردید. خداوند عمری طولانی نصیبتان بگردان. بخیر باشه. بینندگان گرامی، نتیجه سخن ما و صحبت ما این شد که اگر انسان تمرکز عقلی، مغز و ذهن خود را از دست بدهد، به یک جهان و دنیای دیگر می رود که آن دنیای جهنم در دنیا هست. پس بیایید که از مغز و نعمت بزرگ الهی درست استفاده کنیم و در زندگی به موفقیت های مزید بزرگ برسیم. این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعد، شما را به خداوند منان سپرده، خداوند یار و نگهبانتان.